مغلطه ریش یا argument of the beard. این مغلطه زمانی اتفاق می افتد که شخصی ادعا کند که بین نقطه آغاز و پایان یک طیف نمی توان تمایزی برقرار کرد، چون روی طیفی که این دو نقطه در آن قرار دارند هیچ لحظه یا نقطه قابل تشخیصی وجود ندارد که به عنوان مرز بین نقطه اول و پایانی باشد، در صورتی که هر گونه حرکت یا تغییر از سمت نقطه آغاز به پایان، هرچند که کوچک باشد، به همان اندازه تاثیرگذار است. پینوشت: هرچه طیف مورد بحث گسترده تر باشد، استدلال مغلطه آمیزتر است و هرچه طیف مورد بحث کوچکتر باشد، از مغلطه آمیز بودن استدلال کاسته می شود. مثال اول: نوید: امروز فهمیدم که احتمالاً هیچ وقت کچل نمیشم. ساغر: از کجا فهمیدی؟ نوید: خب اگه یه تار مومو از دست بدم کچل نمیشم. حالا اگه دو تار مومو از دست بدم چی؟ ساغر: بازم نمیشی. نوید: هر بار که یه تار مومو از دست میدم اون یه تار موی از دست رفته منو کچل نمیکنه. پس من هیچ وقت کچل نمیشم. توضیح: نوید یک نکته مهم را نادیده گرفته است. کچلی واژه‌ای است در توصیف حالت یا وضعیتی روی یک طیف. با اینکه بین کچل و غیر کچل نقطه تمایز مشخصی وجود ندارد، ولی تمایز بین این دو نقطه قابل تشخیص است. مثال دوم: فرهاد: تو که وضعیت مالیت انقدر خوبه، اگه 2 میلیون به من قرض بدی که فقیر نمیشی. احمد: نه نمیشم. چطور؟ فرهاد: اگه 5 میلیون یا حتی 10 میلیون هم قرض بدی چی؟ بازم نمیشی. پس تو هر چقدر که بهم پول قرض بدی فقیر نمیشی. توضیح: نکته این مثال این است که احمد با قرض دادن مبلغ 2 میلیون به اندازه همان 2 میلیون به فقیر شدن نزدیکتر می شود. یعنی فرهاد با در نظر نگرفتن این تأثیر هرچند کوچک دچار مغلطه ریش شده است. به مغلطه ریش، مغلطه مرد کچل نیز گفته می شود. کاری از تیم جمهوری بیخدایان.